مشاهدات بیمارستان ها از موارد ابتلا به نوع دلتای کرونا و افزایش سه برابری آمار مبتلایان در یک هفته گذشته خبر از موج جدید ابتلا و قرنطینه در اوکراین می‌دهد. برای دولت با این شرایط اقتصادی امکان اعمال محدودیت های قرنطینه وجود ندارد به دلیل اینکه آثار اقتصادی آن به مراتب از بحران کرونا سهمگینتر خواهد بود و به فاجعه اجتماعی تبدیل خواهد شد. نیز اه... گونه دلتا ویروس کرونا سرعت پذیری بیشتری نسبت به گونه های دیگر دارد. علاوه بر این، عواملی مانند میزان واکسیناسیون و رعایت قوانین پیشگیرانه توسط افراد بر میزان شیوع این گونه از ویروس کرونا تأثیر گذار است. با شیوع نوع دلتا و دلتا پلاس کرونا در اوکراین شاهد افزایش آمار مبتلایان و فوتیهای بیشتری خواهیم بود نتایج واکسیناسیون در کشورهای اروپایی نشان داده که واکسن فایزر ایمنی پایینی در مقابل نوع جدید ویروس کرونا داشته این بدان معناست که مسئولیت ایجاد شده در نتیجه واکسیناسیون برای جلوگیری از ایجاد شکل شدید بیماری ناکافی است و میتواند منجر به عواقب منفی در افراد اوکراین در حال آماده شدن برای موج جدید ویروس کرونا اما روند کند واکسیناسیون کمبود امکانات بیمارستانی و دستمزدهای پایین کادر درمانی موج مهاجرت پزشکان اوکراینی را به همراه داشته به گفته مقامات این ساختمان یعنی وزارت بهداشت اوکراین های سختگیرانه قرنطینه به زودی اعمال خواهد شد آمارها نشون میده تنها چهار درصد از جمعیت اوکراین در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.